مسئولان جرگه مشورتی صلح در افغانستان میگویند اعضایی که در این جرگه شرکت نمودند تصمیم دارند تا زمانی که دستاورد بزرگی را نداشته باشند این جرگه را رها ننمایند. قیام الدین کشاف معاون جرگه مشورتی صلح امروز در ختم دومین روز جرگه مشورتی در یک نشست خبری گفت در داخل کمیسیون هایی که روی مواد جرگه مشورتی صلح کار می نمایند یکی از بحث های اساسی تقاضای تضمین اجرایی از سوی حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مطرح گردیده است. همچنان آقای کشاف گفت که ما باید در ابتدا به یک آتش بس دست یابیم تا بتوانیم صلح اساسی را تامین نماییم. چه دا جرگه شاید زمونږ وروستۍ جرگه وي که په دې جرګه کې موږ د سولې لپاره کړکۍ پراننیزو نو له بلې خوا نه هېڅکله موږ په یوه لویه دروازه نشو ننوتی. آقای کشاف در مورد قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در افغانستان به تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت ما تا زمانی که به صلح اساسی دست نیابیم نمیتوانیم در مورد قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی صحبت نماییم. یکی از موارد داغ دیگری که در کمیسیون های امروز مطرح گردیده است مسئله رهایی تعدادی از زندانیان طالبان است که گفته می شود در زندان های افغانستان و زندان های خارجی های مقیم افغانستان به سر می برند. به گفته آقای کشاف یکی از مسائل دیگری که در جرگه صورتی صلح در کمیسیون های امروز مطرح گردید امیدواری زیاد وجود دارد تا طالبان پیشنهادهای فیصله جرگه مشورتی صلح را بپ کسایی که به یک راپور یک اتهام به اینمی بندی شده و دو سبرش ساخته شده شواهد در بین نیست به خاطر این انعطاف نشان دادن اینا ای پیشنهاد دارند که همین قسم کسا رها شوند. دومین روز جرگه مشورتی سال امروز در تالار خیمه لوی جرگه با بحث در کمیسیونا پیرامون چگونگی مشوره و همچنان مذاکره با طالبان جریان داشت. تعدادی از نمایندگان میگویند باید راههایی به دست آید تا بتوانند رضایت طالبان ناراضی را به دست بیاورند. وکیل احمد احساس، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کابل.